به نام خداوند پاک و بینیا، سلام بر شما عزیزان، روزتان بخیر. امیدوار هستم یک هفته تمام با خوبی و خوشی سپری شده باشه و انشالله که امروز که پایان هفته هست هم به سلامتی سپری شد و دستاوردهای خوبی داشته باشین و یاد داشته که از هفته داشتین همگیش با خوبیتان باشه و همگیش بتونه که بر شما یک آینده خوبی را رقم بزنه. در کنار شما عزیزان هستم در برنامه رسمی زندگی شما، بیننده ما باشین. روزهای پنجشنبه که اختصاص پیدا میکنه به موضوعات صحی از طرف شما عزیزان دریافت کردیم و امروز هم در ارتباط با همین موضوع صحبت میکنیم که برمیگرده به حساسیت‌های فصلی و راه‌های درمانیش. شما هم میتونین از طریق 488 بعد از او کلید 47 بر ما پیام‌هایتون ارسال بکنین و همچنان 0220-2293 شماره تماسی هست که شما رو مستقیما با برنامه وصل می‌سازه و همچنان رخنامه یعنی صفحه فیسبوک ما هم در اختیار شما عزیزان هست. میتونین که از این طریق پیام‌ها را دریافت بکنین، یعنی موضوعات را دریافت میتونین بکنین و پیام‌هایتون از بر ما ارسال بکنین. ما هم تمام پیام های شما عزیزان دریافت میکنیم و برش ارج گذاری میشه و تمامش مد نظر گرفته میشه. و یا اگر مشکلی در جامعه دارین و در ارتباط با اون مشکلات هنوز صحبت نشده، میتونین از این طریق بر ما ارسال بکنین. موضوع رو براتون یادآور شدم، جناب دکتر قیس نیکزاد متخصص امراض داخله در کنار ما هستن. صحبت های بیشتر رو واگذار میکنیم به دکتر صاحب. وقت شما بخیر، خیلی خوش اومدید. تشکر، سلامت باشین. چاشت شما بخیر، سلام به شما و تمام دستندرکاران و بینندگان عزیز تلویزیون خورشید. امیدوار هستم از چند لحظه‌ای که ما همراه بینندگان عزیز به تماس می‌باشیم، از بحث‌های ما برداشت‌های خوب و مثبت داشته باشیم. ممنونتون دکتر صاحب. در مورد حساسیت فصلی صحبت بکنیم. حساسیت فصلی یعنی چی و علل عوامل؟ خب وقتی که ما در مورد حساسیت فصلی یا سلای طبیش که به نام سیزنال الرژیک رینایتیس میگن صحبت میکنیم، اکثر به صورت عموم افراد می باشه که تاریخچه فامیلی می داشته باشن، یعنی یکی از اعضای فامیلش همچنان عین یک مشکل را داره و در پلی از او اینا از مواجه شدن و از تظاهر دریافت های کلینیکی وقت شکایت می داشته باشن که با یک نوع از منبه یا آلرژن خاص به تماس بیاین. حساسیت های موسمی ای که چرا ایجاد میشه در نزد هر فرد علتش فرق میکنه، ولی به صورت عموم عوامل عمده که در نزد اکثر افراد باعث میشه تا در نزد یک فرد دریافت های کلینیکی حساسیت های موسمی وجود بیاید، عمومانا به صورت عموم گردی است که در فصول مختلف سال از نباتات تولید میشه. شما میفهمین که به طور مثال این گرده یا گلوتنی که از دمی مغز گل های مختلف موجود است، از باعث به طور مثال رویدن نبات های مختلف در فصول مختلف سال، بخصوص در فصل تابستان و در فصل خزان که وقت برگریزی هسته، بله، تولید میشه. اینا وقتی که به طور مثال توسط افراد حساس انشاق میشه، کش میشه، تنفس میشه، باعث دریافت به میان آمدن دریافت های کلینیکی میشه. ولی ممکن است به طور مثال عواملی که باعث بروز دریافت های کلینیکی در نزد افرادی که حساس هستند فرق داشته باشه. مثلا ممکن یک فرد که یک عطر خاص حساس باشه، که یک بوی مشخص حساس باشه، که به طور مثال تغییر درجه حرارت حساس باشه، با هوای گرم با هوای سرد ممکن است دریافت های کلینیکی پیش از اینا پیدا شود. حتی بعضی کسا با لباس هم حساسیت دارن، همو تکه هایی که از لباس ساخته میشه اونا هم حساسیت میکنیم و میبینیم که در بدنشون یک تغییرات ایجاد بدون میشه. شک نقطه خوبی را اشاره کردین. اکثرا به طور مثال تکه هایی که جنبه طبی داشته باشه، یعنی از مواد طبیعی ساخته شده باشه، مثل به طور مثال کتان و کنف و مثل به طور مثال از پوست بعضی از حیوانات طبیعی است که مو گردی که از باعث از وا تولید میشه، عین شکل باعث دریافت های کلینیکی میشه. و بعضی از افراد به طور مثال در خانه بعضی از حیوانات تحلیل نگاه میکنن، به طور مثال مرغ و سگ و پشک اینا، یا همین گردی که از باعث به طور مثال پوست و پشم اینا تولید میشه، در صورتی که انشاق شوه در نزد افراد ممکن است دریافت های کلینیکی را به وجود بیاره. ممکن است در هر فصل سال تحسس کنه، ولی اکثر اوقات در نزد مریضا با تغییر یک فصل به فصل دیگه به وجود میاد. یعنی وقتی که یک هوا تغییر میکنه، از به طرف گرم شدن به طرف سرد شدن میره، اکثر اوقات به طور مثال از دریافت های کلینیکی شکایت می داشته باشن، ولی ممکن است در نزد یک فرد در طول سال دریافت های کلینیکی ازی موجود باشه. از دریافت های کلینیکی یادآور شدن برگردیم به شکایاتی که این افراد دارن. مثلا چه تغییراتی در بدنشون بیشتر دیده میشه؟ بعضی از خارش های سطح، بله، جلد شکایت میکنن، بعضی کسا از سرخی ها شکایت، بله، میکنن، یا عدسه زدن متواتر هست. بله، هرگاهی که به طور مثال یک فرد از حساسیت موسمی شکایت داشته باشد، دو اصطلاح یا تقریبا سه اصطلاح را ما شما باید یکی دیگه فرق کنیم. طوری که یکی به طور مثال حساسیت های موسمی هست که به نام الرژیک رینایتیس میشه، دیگه اسمای قصبی هست که به طور مثال در نزد افراد با مواجه شدن به یک آلرژن مشخص ممکن است حتی نفس تنگی به وجود بیاید. و سیوم به طور مثال یک اصطلاح امراض وایرسی هست که دو روز سه روز دوام میکنه، بعد از او برطرف میشه.
حساسیت موسمی که در نزد یک فرد ایجاد میشه، اینا اکثرا از یک منبه و تنبیه کننده مشخص شکایت می داشته باشند و اکثرا به تو مثلا میگه که ما وقتی در اینی تو یک محیط قرار می گیرم مشخصا در اینی وقت سال تو یک دریافت های کلینیکی پیش شما پیدا میشه و اکثرا به صورت عموم همی عاملی که باعث میشه تا دریافت های کلینیکی در نزد یک فرد به وجود بیاید مشخص است. اکثر اوقات تاریخچه فامیلی هم می داشته باشه. به طور مثال یک فرد میگه همشیریم یا مادرم یا خواهرم عین لوحه کلینیکی و عین مشکلات را داره. هرگاهی که یک فرد حساسیت موسمی داشت و با یک منبه خاص به تماس آمد، دریافت های کلینیکی که در نزد از اینا به وجود میاد در مرحله اول عبارت است افزایش افرازات بینی هستند. افرازات بینی از این افراد به طور مثال افزایش پیدا میکنه و این به طور مثال مملو یا کدام رنگ خاصی را نمی داشته باشه، کاملا آب مانند می باشه. در ضمن به صورت عموم ممکن است افرازات اشک در مریضا افزایش پیدا کنه، چشم آب میزنه، سرخی در چشم ممکن است موجود باشه، خارش در نواحی مختلف بدن و ممکن است به طور مثال خارش در قسمت گلو و انف یا بینی مریضا موجود باشه. در ضمن ممکن است سرخی چشم در نزد افراد موجود باشه، حدسه متکرر در نزد افراد موجود می باشه و بعض اوقات در صورتی که میکروب یا انتان دخالت کنه ممکن است در نزد افراد سرفه های متکرر توأم با چرک و بلغم و حتی تب ممکن است در نزد از اینا تحسس کنه. و بعضی اوقات چون به طور مثال افرازات بینی زیاد میشه، افرازات اشک زیاد میشه، در مکتب پنتون وظیفه حتی بعض اوقات وظیفی افراد این امراض به چالش دچار میکنه. از چند روز تا چند روز شروع میشه که مثلا بعضی از موارد شما گفتن که به شکل ویروسی هست، مدت زمانش خیلی کوتاه هست، مثلا نهایتش دوام بکنه تا یک هفته. اما این که حساسیت ها فصلی میباشه، مثلا چی مدت زمانی رو در بر میگیره؟ حساسیت هایی که فصلی باشه نظر به هر فرد فرق میکنه. ممکن است به طور مثال در یک فرد مشخص فقط منبی مشخص داشته باشه، به مجرد که به طور مثال که یک گردی خاص یک گل یک نوع مشخص به تماس بیاید همه توی دریافت ها پیش به وجود بیاید ولی دیگه وقت نباشه. ولی بعض اوقات پیش یک فرد ما هر قدر کوشش میکنیم بپالیم منبی مشخص را پیدا کرده نمیتونیم. دوامش هم ممکن است به طور مثال از 5 روز 10 روز و حتی بعض اوقات ممکن است هر 4 فصل سال اینا هم چه مشکلات شکایت داشته باشن. یعنی دوام و دیوریشن مرض و دریافت های کلینیکی از نظر به فرد تا فرد دیگه فرق میکنه. بله، در ارتباط با واکسن هم صحبت بکنیم که بعضی از افراد میگن که ما وقتی که حساسیت ما بیشتر میشه و نزد دکتر صاحبه ها مراجعه میکنیم، اونا بر ما پیشنهاد میکنن که واکسن باید شون. آیا این فایده داره، ضرر داره در مدت زمانی که اینا واکسن میکنن بشه مشکلات دیگه که ایجاد نمیشه؟ خب قبل از اینکه من در مورد واکسن از این صحبت کنم، میخوایم برای از این کمک روشنی پرتم که به خاطر مهمترین و اساسی ترین فاکتور در تداوی از مریضا رولای یا فاکتورهای تشکیل میده که ما به شکل وقایوی باید به خرج بدیم. یعنی وقتی که حساسیت موسمی در نزد یک فرد به وجود آمد، عمدترین کاری که اینا میتونن عبارت از این است که باید یک سلسله فاکتورهای را مراعات کنن که از مواجه شدن با مو آلرژن یا مو چیزی که دریافت های کلینیکی پیش از اینا تنبیه میکنه باید خودداری به عمل بیاد. پیرامون از این توضیحات خاطر دادم. در مورد واکسینی که شما اشاره کردین، دو هدف یا دو برداشت از واکسن می باشه. یکی به طور مثال افرادی که مشکلات تنفسی می داشته باشن، هر یک سال بعد هر 5 سال بعد واکسن های به طور مثال که به نام اینفلوئنزا و نیموکوکاس است اینا رو باید اجرا کنن، به خاطر اینکه متکررن اینا به انتانات شش مواجه میشن و این بسیار معمول ترین انتانات شش و میکروب های شش تشکیل میده. دوم حساسیت است که به طور مثال پیش افراد حساسیت زدایی میشه، یعنی به این مفهوم تست های جلدی در نزد افراد صورت میگیره، آلرژن مشخص پیدا میشه که با کدام چیز حساسیت داره و بعد از او ایمیونوتراپی در نزد افراد صورت میگیره، یعنی تداوی با استفاده از شیوه های مافیاتی. این فوق العاده شیوه خطرناک هست، با یک مرکز فوق العاده مجهز ضرورت داره، به خاطر اینکه ممکن است بعض اوقات از یک جلد و از یک تطبیق تحت جلدی از این مریض یک حساسیت فوق العاده شدید بره و حتی به شاک بره. به می خاطر با یک مرکز مجهز و با تمام امکاناتش و متخصص همین واکسن موجود باشه که ایمونولوژیست میگن، هر کسی کار تطبیق نمیکنه و کار فوق العاده غیر مسئولانه هست. و در صورتی که واکسن میکنن مثلا بعد از مدت زمانی که از این واکسن میگذره، آیا دوباره همین مشکلشون دوباره برمیگرده یا وقتی که واکسن کردن دیگه مشکل دوباره برشون بر نمیگرده؟ این هم نظر به اگرچه به طور مثال امکاناتی که در افغانستان وجود داره، من میخوام اینو پیرامونش اشاره کنم که واکسن هایی که در افغانستان وجود داره ما مشخصا تو کدام ایمونولوژیست در بسته سطح افغانستان نداریم که تثبیت کنه که آلرژن مشخص یک فرد چی هست. بله. او را به طور مثال با استفاده از ایمونوتراپی باز در مقابلش غیر
حساسیت زدایی به وجود بیاره. در افغانستان کار امکان نداره. واکسینایی که در افغانستان به طور مثال اکثرا میشه به شکل عمومی سیستم مافیاتی را تحت سپرس خود قرار میده، تحت تاثیر خود قرار میده و همون واکسینا به مقابل میکروب هایی که من پیشتر اشاره کردم میباشه. ولی این باید تحت نظر یک متخصصی که گفتم به نام ایمونولوژیست میگن مشخص، فقط مربوط تخصص رشته تخصصی در واکسینا است، توسط از اینا باید اجرا شوه. تا به حال در دنیا حتی موثریت نه چندان و به طور مثال قناعت زیاد دلپذیر از این واکسینا دریافت نشده در سراسر دنیا. دقیقاً. ادامه صحبت ها را شما میشنوید و شما هم بیننده باشین. 0-2-2-2-9-2-3 هم در اختیارتان هست. میان برنامه و برمیگردیم. ادامه برنامه رسم زندگی است. بازم خوش آمدین. 0-2-2-2-9-2-3 هم در اختیارتون هست. اگر پرسشی دارین در ارتباط با حساسیت‌های فصلی میتونین با دکتر صاحب در جریان بگذارین و پاسخ‌هایتون رو دریافت بکنین. بعضی از افراد هستن که از داروهای مختلف استفاده میکنن و باعث گیجیشون میشه یا تب برشون ایجاد میشه یا مشکلات دیگه‌ای رو برشون با وجود میاره. در ارتباط با این موضوع هم صحبت میکنیم. کسایی که استفاده کردن دقیقاً میفهمن که چی مشکلاتی نزدشون ایجاد میشه. اما قبل از اینکه بپردازیم به اون موضوع، در ارتباط با وقایع هم کمی صحبت بکنیم که باید چه کارهایی را انجام بدن کسایی که حساسیت های فصلی دارن. هرگاه در نزد یک فرد تثبیت شد که به طور مثال حساسیت فصلی داره و من پیشتر مشخصم ساختم که عمدترین منبهاتی که به طور مثال باعث ایجاد حساسیت های فصلی میشه چه ها است؟ بله. در کتاب ها ذکر میکنن، میگن به طور مثال مریضایی که حساسیت های موسمی یا سیزنال الرژیک رینایتس داره، یک محیط آری از آلودگی بر از اینا تهیه و تدارک دیده شده. ولی متاسفانه چه کار بس و دشواری هستی در افغانستان. اگر به طور مثال یک فرد بتونه محیط خانه را برای خود مناسب کنه، در بیرو چی رقم کنه با این آلودگی فوق العاده زیادی که وجود داره، به طور مثال خصوصا بعد از دیگه که دود و آلودگی یا به مراتب بیشتر میشه. ارگاه به طور مثال در کشورهای پیشرفته تر که یک فرد زندگی میکنه، اینا کوشش میکنن یک محیط را بر خود عیار کنه که به طور مثال آری از آلودگی باشه. مثلا چه رقم میگه؟ به طور مثال اگه اینا استفاده میکنن از بالشتا و توشکایی که از پر قوی مسائل است، نرم و فوق العاده کیفیت اینا داره، ولی منبه یا تنبیه کننده آلرژی است، به من خاطر میگه اینا همی بالشتا و اینای خود باید پوش کنن که پلاستیک، یا به طور مثال از محصولات استفاده کنن که مصنوعی است، به واسه پخته و به واسه کتان و کنفی گپاو، یا به طور مثال از نایلون اینی مسائل استفاده شوه. در ضمن کار دیگه که میشه، بعضی از وسایل زینتی که در خانه باعث تولید گرد میشه، به طور مثال یک قالینچی بسیار مقبول و زیبا در دیوال است ولی گرد تولید میکنه، یا به طور مثال یک قالین بسیار خوب است ولی در هنگامی که جارو میشه گرد تولید میکنه. امیا میگه دور شوه، به عوضش به طور مثال یک سری وسایل استفاده شوه که تولید کننده گرد نباشه. در ضمن به صورت عموم کار دیگه که مریضا میتونن همی روی پاکا که هست، اکثرا به طور مثال وقتی که تکانده شده بسیار زیاد گرد تولید میکنه، اینا به طور مثال باید از یک سلا وسایل خشک کننده استفاده کنن که منبه یا تولید کننده گرد و آلودگی در اتاق نباشه. کار دیگه که میشه در هنگامی که به طور مثال طبیعی است، خصوصا خانم ها زیاد سر و کار دارن، وقتی که خانم به طور مثال حساسیت های موسمی می داشته باشه، در هنگامی به طور مثال جارو کردن اینا، حداقل کاری که میتونه عبارت از که از یک فیس ماسک یا ماسک روی باید استفاده کنه و این ماسک باید قسم نباشه که به طور مثال آلودگی را انتقال بده. در ضمن به صورت عموم از تصفیه کننده هوا که وجود داره که محیط به طور مثال محیط خانه را تصفیه میکنه، اینا میتونن از این اهتمامات استفاده کنن و در بیرو وقتی که گشت و گذار یا میکنه، یگانه راه حلش است که از فیس ماسک استفاده شود تا اینکه از انتقال و تنبیه همین حساسیت های موسمی جلوگیری به عمل بیاید. از وسایل یادآور شدن در گفتم میتونیم که وقتی که حساسیت به شکل ویروسی میباشه، این میتونه از یک فرد به فرد دیگر انتقال بکنه، اما در حساسیت های فصلی هم شیوه انتقالی وجود داره یا نه؟ اینجا دو مسئله مطرح است. هرگاه به طور مثال مشخصا فقط حساسیت موسمی در نزد یک فرد موجود باشه و انتان دومی دی دخالت نکرده باشه، ای ساری نیست. بله. یعنی یک فرد به طور مثال فقط حساسیت موسمی داره ولی انتان دومی دی دخالت نکرده، ولی هرگاه که حساسیت جمع انتان مداخله انتان موجود باشه، فرد تب داشته باشه، عمدترین طریقه سرایت امراض تنفسی با استفاده از ایر دراپلت یا قطرات هوایی است. با مجرد که یک عدسه زد، طبیعی است که به طور مثال به محیط خودی را انتشار می ده. تماس داریم. سلام، وقت شما بخیر. صدای ما رو میشه لطفا صحبت بکنین؟ سلام، وقت شما بخیر. خیلی خوش آمده. بله، سلام علیکم. سلام برادر عزیز، بفرما. تماسشون متاسفانه قطع شد. برمیگردیم به ای که از وقایع یادآور شدیم و ای که
مشکلات دیگه که نزد افراد ایجاد میشه و از دواها یادآور میشدیم که دواها هم میتونه سبب گیجی افراد شوه یا مشکلات دیگه نزدشون ایجاد بکنه، یا بعضی کسایی هستن که به گونه خودسرانه از آویل استفاده میکنن و راه درمانش فقط همو میدونن و به گونه خودسرانه میرن از دواخانه خریداری میکنن و همیشه استفاده میکنن و میبینیم که مشکلات را نزدشون ایجاد کرده. خب وقتی که حساسیت موسمی در نزد یک فرد ایجاد شد و مشخص شد که به طور مثال آلرژی داره، مردم به طور مثال که من بازم مریض برات میگم من دکتر به آلرژی دارم، آلرژی موسمی دارم، بر از اینا به طور مثال باید بالمقطع تداوی صورت بگیره. یعنی به چی مفهوم؟ وقتی که ایراد علائم دارن به خاطر که از کار و فعالیت نماند دوا برشان داده شه، و در صورتی که به طور مثال ایراد علائم ندارن، مشکلات ندارن، دوا دیگه برشان داده نشه به خاطر که دوای از اینا دوای عادی نیست. خب دواهایی که به خاطر از اینا داده میشه به صورت عموم اول رول وقایوی را هیچگاه باید فراموش نشه که باید اقدامات وقایوی صورت بگیره و بعض اوقات ممکن است همین اقدامات وقایوی برای یک فرد کفایت کنه، ولی هرگاهی که اقدامات وقایوی به خاطر جلوگیری از ایراد کفایت نمیکنه کار دومی که شوه باید دوا با توسط یک فردی که متخصص است برای یک مریض تجویز شوه، نه اینکه به طور مثال به گفته شما خودسرانه از دواخانه گرفته شوه. دواهایی که به خاطر تجویز حساسیت های موسمی داده میشه به صورت عموم اکثرا به نام آنتی هیستامینیکاز. در ارتباط با این میشیم دکتر صاحب فعلا تماس داریم. سلام، وقت شما بخیر. صدای ما رو میشن صحبت بکنیم؟ بله، سلام علیکم. سلام، خیلی خوش آمدید، بفرمایید. تشکر زنده باش. سلام خدمت شما و دکتر صاحب. جمشیر شما از تخار بدم. خیلی خوش آمدید برادر، بفرمایید پرسش رو دارین دکتر صاحب میشنون. ببخشید که موضوع برنامه هم حساسیت هاست، اما از ما میخواستم از دکتر صاحب یک سوال کنیم. این کسایی که مشکل گرده دارن مریضی ما هست، همیشه دوام برش میگیریم تا وقتی که دوا را مصرف میکنن مریضیشون خوب میباشه، اما پس کمی دوا خلاص شد چند روز بعد دوباره مریضی گرده برشون دوباره پیدا میشه، سنگ نداره فقط نگرو بس. اما کلچر هم کردیم دوام گرفتیم اما بازم دوباره پس هم مریضی تکرار میشه. بزرگوار، بسیار خوشحال هستم که شما را با خود داریم. دوایی که تا فعلا برشان تطبیق شده به شکل فمی یا از طریق دهن بوده یا به شکل پیچکاری تطبیق شده؟ بسیار پیچکاری، اما کلچر هم کردیم گفت امیکاسین تقریبا 20 زن امیکاسین 20 امپول مصرف کردیم، امپول هم خلاص شدن، باز دوباره مریضی دوباره گرفتش، باز دوباره انتیبیوتیکا هم که در کلچر برش گفته بود مصرف کردیم، فقط همین که دوا خلاص میشه یک دو روز دوباره پس دوباره مریضیش دوباره. عزیز دل، کلچر از این یک جای معتبر صورت گرفته؟ همین لابراتوار بوده دیگه، نمیفهم چه کم معتبر بوده خب مصرف دیگه. انشاءالله پیرامون از این موضوع براتون هدایت خواهد داشتیم. سپاسگزار از اینکه تماس گرفتیم و مشکلتان با دکتر صاحب در جریان گذاشتیم. بفرمین شما میشن سرجان، یک فردی که از UTI شکایت داره، UTI به مفهوم Urinary Tract Infection یعنی انتانات و طرق بولی و تناسلی. بله. یکی از به طور مثال استیلایی که متاسفانه امروز در جامعه بسیار عام شده، چیگه پس گردای فلانی چرک داره. و ای به طور مثال دریافتای کلینیکی فوق العاده شدید می داشته باشه. خب بعض اوقات اکثر اوقات پیش مریضا می دریافتای کلینیکی که هست، اکثر مریضا به طور مثال از تکرر رفع حاجت شکایت می داشته باشن، از سوزش در وقت به طور مثال رفع حاجت شکایت می داشته باشن. بعض اوقات ممکن است درد در قسمت های نواحی قطنی مریض در دو طرف فلانکا موجود باشه و تب، لرزه و این مسائل پیش از مریضا وجود بیاد. نظر به شدت مریض فرق میکنه. این بزرگوار به طور مثال گفتند شیوی اساسی که ما بتونیم انتان تداوی کنیم عبارت از این است که کشت یا کلچر ادرار از یا صورت میگیره. این شرایط مختص به شرایط ویژه خود را ضرورت داره، طوری که سمپل باید از وسط ادرار گرفته شوه، در پلی زود در شرایط فوق العاده خاص در یک جای معتبر با یک شرایط ویژه ای رشد داده میشه و در نهایت امر پروسی اجرا میشه که به نام آنتی بایوگرام میگن. و در نهایت پیدا میشه که این میکروب هایی که در سیستم بولی و تناسلی از این فرد موجود هست که کدام دوا حساس است، بعد رویت از او برشان دوا داده میشه. اینا گفتن که به طور مثال دوای امیکاسین ذکر کردن، بدون شک که خاندان امی امیکاسین جنتومایسین یا بر خاطر انتانات سیستم بولی آنتی بیوتیکای خوب است، ولی اگر امی به طور مثال کلچر در جای خوب اجرا شده باشه، خوب که نشده باشه، کلچر از این مریض باید تکرار شوه و بر رویت حساسیت مشخص آنتی بیوتیک که است بر مریض دوا داده شوه و یوتی آی یا مشکل بولی و تناسلی که در پیش از اینا امی میکروبی که موجود است دیگه از مرحله هات رفعه به طرف مزمن، یک ذره کورس تداوی طولانی مدت را باید اینا تعقیب کنه. تماس دارین. سلام، وقت شما بخیر.
تماسشون متاسفانه قطع شد. در ارتباط با داروها صحبت میکردیم و ادامه صحبت ها را شما میشنیم. بعضی داروهایی که مداوم دادن میشه و باعث تب و لرزه نزد افراد میشه، باید چگونه کاری را اینو انجام بدن؟ آیا این دوا باید قطع شود یا مدت زمانی که دکتر صاحب ها برشون توصیه میکنه از این دارو استفاده بکنه؟ خب هرگاهی که حساسیت موسمی در نزد یک فرد ایجاد شد، گفتم اگر به طور مثال دریافتای کلینیکی دوامدار نباشد، دوا بالمقطع داده میشه، طوری که وقتی که مریض مشکلات می داشته باشه دوا میخوره، که نداشت نمیخوره. حتی خوردن اضافی یک پاراستامول هم به طور مثال کدام فایده نداره، فقط وقتی که به طور مثال پیش مریض مشکل است دوا باید بخوره، که نبود نخوره. دداوی از یا کاست بالمقطع صورت میگیره، آنتی استامینیکا داده میشه. این آنتی استامینیکا دو کاتگوری داره، یکی به نام نان سدیتینگ و دیگه سدیتینگ، یعنی دوایی که سرگنگسی و گیچت و گنگسیت تولید میکنه و اونایی که نمیکنه. نسل نو از یا جنریشن جدید از یا کاست گنگسیت یا تولید نمیکنه، ولی دوایی که شما ذکر کردین آویل که فینرامین کلوفینرامین، تمام از یا گیچت داره، سرگنگسی داره، کسالت داره، خستگی داره و در جریان روز به هیچ وجه بر مریضا داده نشه، خصوصا افرادی که به طور مثال در جای کار میکنن که تمرکز فکری کار است. مثلا یک مریض هست هم حساسیت موسمی داره و هم درایو میکنه، دریور است، برای اینکه ما بتیم به طور مثال ممکن است ما با استفاده از یک تبلت منجر به حادثه شویم، به میخاطر از امی آنتی استامینیکای مسون که گنگسیت نداره و وام ترجیح داده میشه که از طرف شب تجویز شوه و هیچ کدام از این دواها در جریان حمل مسئولیت دوایی نداره و ممکن است باعث یک سری مشکلات در جنین شوه، به میخاطر پیش خانم های عمله باید از اینا از استفادهش خودداری و احتراز به عمل بیاید. بله، بعضی کسا از شکایت میکنن، میگن که ما مدت زمانی که دارو استفاده میکنیم خوب است و همین که دارو قطع میشه باز دوباره همون مشکل ما ایجاد میشه. اینجا پس موضوع برمیگرده به اون صحبت دیگه که ما کردم که رول وقایعی باید جای خود داشته باشد. طبیعی است که من گفتم وصف از امراض امی رقم است که به مجرد که یک آلرژن خاص مواجه میشی اراز پیدا میشه، وقتی که به طور مثال مواجه نشی اراز علائم پیدا نمیشه. اینا کوشش کنن که علت یابی کنن که کتی چی حساس هستن، از مواجه شدن با مو آلرژن خاص خود باید وقایه کنن. در صورتی که مثلا از همو مواد دوباره استفاده شه باز دوباره مو آلرژی شه، دریافت کلینیکی پیدا میشه. بله، این مشکل یعنی به شکل دائمی از بین نمیره؟ به شکل دائمی گفتم شیوه های همین الان دنیا فعلا کار کرده رایستن و تا جای کارم سر شده که بتونن امیر ریشکن بسازن، ولی به طور مثال چون فوق العاده بعض اوقات اختلاطی میشه مشکلات را به بار میاره، به مو خاطر در شیوه تداوی کتابای اپدیت تا 2019 و قدر تاکید زیاد در موردش نشده. از راه های تداوی بس بیشتر صحبت بکنیم که راه های تداوی برمیگرده به چی در کسایی که حساسیت هایشون کم هست و کسایی که حساسیتشون مزمن شده و خیلی طولانی مدت. ارگاهی که در نزد یک فرد تثبیت شد که به طور مثال حساسیت موسمی دارد، مراحل تداویی که باید اینا مراعات کنن و عبارت از این است که در صورتی که اگر کوتاه مدت می باشه به طور مثال زیاد آزاردهنده و اذیت کننده نیست، فقط یک خارش و یک آبریزی موجود می باشه و بالمقطع به طور مثال پس دوباره بعدش پر شدن یک یا درست از بین میره، هیچ ضرورت نیست که به طور مثال اینا کدام اقدام را اجرا کنن. افرادی که حساس هست کار خوبی دیگه که است، خصوصا به طور مثال از بیرو وقتی که پس دوباره به منزل مراجعه میکنن، باید اینا اریگیشن یا شستشوی قسمت سوراخ‌های بینی باید توسط سیرم نرمال سلین یا نمکی صورت بگیره. دزن به صورت عموم مراعات کردن حفظ الصحه فوق العاده مهم است، جلوگیری از آلودگی فوق العاده مهم است و اون فاکتورهای وقایعی گفتم کل از باید مراعات شود. این یک جزء تداوی شد. دوم، اگر به طور مثال دریافتای کلینیکی پیش مریضا فوق العاده طاقت فرسا می باشه، ناتوان کننده می باشه، اذیت کننده می باشه، دواهای مختلفی که می آنتی استامینیکا است، لوکوترین مودفایر که مثلا دوای مونتیلوکاست است بر مریضا تجویز میشه، بعضن اسپری های بلکه دبینی است استفاده میشه و این اسپری ها باید به مدت کوتاه و به شیوه درستش تجویز شود. به خاطر اگه به شیوه درست تجویز نشه و طولانی مدت تجویز شه و خودش خشکی غشای مخاطی بینی را به وجود میاره، که باز مریض دیگه هر روز از خونریزی‌های بینی شکایت میکنه. مواد غذایی هم میتونه تاثیرگذار باشه؟ مواد غذایی مشخصه به طور مثال در مؤخذ ذکر نشده، ولی ممکن است یک فرد با یک غذای مشخص آلرژی پیش پیدا شود. کی را میتونن تشخیص بدن نظر به بله بله به طور مثال یک فرد است غذای مشخص را که استفاده میکنه دریافت کلینیکی آلرژی پیش پیدا میشه، دیگه از اونم باید نخوره. بله دقیقاً. موارد دیگه ای که شما عزیزان بر ما یادآور شدین و از داروهای مختلف گفتن که دکتر صاحبتون اشاره داشت و میکروبی شدن خون هم در آلرژی میتونه، در آلرژی های فصلی میتونه تاثیرگذار باشه. بعضی کسا میبینن که نزدشون خارش ها ایجاد شده و میگن که خونتون میکروبی شده، باید خونتون ما میخوایم همین سیلار اصلاح کنم، به خاطر اینکه به طور مثال اساس تا دیگه به یک غلط قبول شده جامعه داره تبدیل شده رئیس. هر کس میبینه کاغذ داده دستش چی که پس خون میکروبی است. خون میکروبی یعنی چی که ما ماهیتش نمیفهمیم. میکروب پیشان میخوایم کوتاهی را علاوه کنم، فقط خون حجرات سفیدش وقت بلند میره که در یک جای انتان دخالت کرده باشه. بدون شک تعداد حجرات سفید در خون تمام افراد بلند میره که در صورت حساسیت موسمی داشته باشن، ولی زمینی از این کدام میکروب یا انتان شده باشه، یعنی در صورت که انتانات شش پیش از اینا دخالت کرده باشه در پلیک حجرات سفید در خونشان بلند می باشه، ممکن است تب هم داشته باشه. سپاسگزار از اینکه در برنامه تشریف آوردن، سپاسگزار از همراهی همه شما عزیزان. صحت مندی براتون از خداوند مهربان تمنا دارم. تا دیدار بعد، بدرود.